بفرمایید بفرمایید بفرمایید. هیچی نشده، هیچی نشده بابا، یکم فشارش افتاده، هیچی نشد، درست میشه. الو شما گوشیو بده خدا آقا فرزانه. میگم گوشیو بده خدا آقا فرزانه. آقا جواب آقا الو یه لحظه آقا من که بهتون گفتم که بله اینجا رای گیری کردیم، همه گفتم بله تجدید میشه. میشه دیگه، کیش هم بهتون خبر میدیم. بفرمایید. الو نه با شما نیستم. بفرمایید. الو خب مامورا گرد نمیزنن خوب. ولی تا اونجایی که ما شنیدیم مثل که راجب سمنو میگفت علی راست دروغ گردن. خوش ای بابا جون تو، ای بابا آخ آخ ای بابا. باشه 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 خداحافظ بابا. ما بابا زنگ زدم فرزانه نبود، شاگرداش بودن، میگفتم فرزانه رو دو تا مامور اومدن بردن. ها آره میگه مثل اینکه تو این سمنوه که شما دادین یه چیزی پیدا کردن، یه چند نفر بردن اومدن شکایت کردن فرزانه رو داشتن میبردن، اونم اسم شما رو برده. آره اولاً شو این مدارک منو پیدا کن. باش باش پاشین پاشین مدارک رو پیدا کن. باش نشستی این گذاشتمش تا حالا هر جا هست پیداش کن دیگه. الان وقتی این حرفا باشه بابا. باشه بابا کجا بابا؟ باشه بابا بابا بریم کلانتری تکلیف روشن کن. من نمیام بابا. بابا این الان وقتی این حرفا بابا باز نشده بابا. باشه بابا جان من نمیام. من نمیام بابا. اوه بابا شو ببخشید. باشه بابا جان پاشو. آقا از بلد نیستی برای دست منو بپزی خوندم مجبور نیستی که من بلدیسم. حالا بگو شما استاد سمنو بابا یه ایرادی داشته که مردم سرکارشون کشته بی بیمارستان پای مامور کلانتری اینجا باز شده؟ حکمم بابا بهداشتی نبوده. من بهداشتی نبودم؟ من بهداشتی نبودم؟ کار میکنم چی بهش بگه باید؟ بابا نمیشه باید حرف بزنی. من غیر بهداشتی هم؟ من غیر... آقا رضا شما چه با من سر دیگ بودی؟ بگویرم من غیر بهداشتی هم؟ آقا عوض کی گفته شما غیر بهداشتی؟ من میگم شاید دیگ و بد شستن، درش باز مونده، چیزی دم مارمولکی افتاده توش آلوده شده، اتفاق میفته. داوود همش زیر سر داووده، دادم دیگ داوود شد. شما هم هر چی میشه میندازی گردن اون داوود بیچاره، چه کارش داری؟ بابا جان نصرت میگم این دفعه داوود شست، داوود این دیگ و شست گردن شکسته. حالا شست که شست. ببخشید آقا فتیم، من یه چیزی از اینجا بردارم. آقا ببخش تو خودت بزرگه، همه ما یه کوه تجربه. من میگم یه سر بلندشو برو کلانتری، شاید تو مسیر بردن سمنو یه چیزی افتاده توش، اصلا به شما ربطی نداره انقدر شلوغش کردی. نمیرم. اگه نری همه چیز میندازن گردن شما. نمیرم، بذار بیا من قاپونی منو ببرن. آقا عوض جون برمت برم، منم پیشنهاد میکنم بری، طوری نیست که میری اونجا باید سند خونتو میذاری میای. ما سند نداریم، رهن بانکه. پیدا شد؟ آره پیداش کردم. شما هم پاشو بابا عوض، پاشو حاضر شو کتتو بپوش. پاشو برو. خب اگه به سنده که من انقدر اعتبار دارم که اون تو نمونم، یکی پیدا میشه سند برام بذاره دیگه، سند میذاری دیگه. من نوکردم بی غرضی آقا عوضی، یه سند ازدواج دارم رو چشم میذارم تقدیمت میکنم. شاکرتم هستم. من غلامتم آقا عوض، ولی من عید مسافر خارجم و سند رو باید بذارم برای وثیقه آرش که دانشجوه و هنوز سربازی نرفته، وگرنه قابلتو نداشت. آقا عوض من مخلصتم هستم، ولی وضعیت منه که میدونی چجوریه، خونم اجاره‌ای و سندش به اسم زینت خانومه، اگه سند ونو قبول میکنن من در خدمتم. چیه بابا جون این سند میکنی؟ پاشو بریم انشالله کار به اونجا نمیکشه. پاشو. نه نصرت جان، من تا وقتی که تکلیف سند معلوم نشه مطمئن نشم که کلانتری من نگر نمیدارن، کلانتری نمیام بابا. بابا جان پاشو بریم ببینیم چه خبره. پاشو. نمیرم. تهش سند گیرمون نیومد. با آقا فتی میگیم وکالت داره از صابخونش، سند ویلا رو میذاریم خلاص میشه میره. ها آقا فتی. آره آقا نصرت، من هم سند دارم هم وکالت دارم. بفرما. پاشو. اما من سند برای کسی نمیذارم. آخه من پای تو رو چند روز پیش جان انداختم. آقا یه وقت پا چه ربطی به سند داره؟ بابا الان تو پا در بره، اگه من جاش ننداختم هرچی میخوای بگو. آقا فتی خوبه اونجا مال خودت نیست انقدر سخت میگیری، یک کلام بگو باشه قالو بخوابون دیگه برادر.
اتفاق عباس آقا سختگیری به خاطر اینکه مال خودم نیست. اگه مال خودم بود که من حرفی نداشتم. ریزش میکردم یک جلو باش. بابا آقا فتی چه اینجوری میکنی؟ سند میبری میذاری مشکل آقا حل شد، سند دو روز بعد میری برمیداری. بس یکی دو روز نیست. ببین الان ما همه چیز تق و لق، بعد میخوره پنجشنبه جمعه، بعد از پنجشنبه جمعه هم که اوزه قبل از عید خودت میدونی، بعدش هم عید، عیدم که جلو شد رفت تا پنجم، پنجم هم که ادامه پیدا میکنه، بعد اوزه اول هم تو ول رو حواس تا خیلی خوب. خیلی خوب آقا فتی، دست شما درد نکنه، ولش کن کار به اونجاش بکشه، خودم برات سند میارم. نمردم که بابا جون، بلند شو فهیمه بابا، کت بابا جونتو بیار، بلند شو، بلند شو بابا، بلند شو بابا، بلند شو ماشاءالله. بیا بابا، بیا بابا، بیا بابا اون ماشاءالله. بیا بابا، بیا بابا. بابا آقا فتی بده بره دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ بابا سند مال مردم، امانت پیش من لو کردم. درسته امانت مردم هم به دست اینا؟ دو روزه دیگه چیزی نمیدی؟ دو روز نداره قرونت برم، من تا موضوع برام روشن نشه امکان نداره این کار بکن. باشه سند که نمیدی لاغل بلند شو بریم، خودشون رفتن زشته. من پا میخاره نمیتونم. اوه مار نزده که میخاره پول قرار بیاد دسته، دست بده بلند شو بریم. نه اصلا پام تنهایست، اصلا تموم بدنم داری گزگز میکن، نمیدونم تموم بدنت باید به همون بری، داداش نظافت باید بکنی. بابا سرم گیر میره، حالت تب، تو برو تو برو، من خودم میام بعدم. برو عزیزم، دریافتم. شما باید حالتو خوب کنی بعد بیای. باشه سری برو باشه. نصرت خب من یه نفرم بزن. مگه من میگم ده نفری؟ بیای اونجا دست و پا گیر میشی، میخوای چیکار کنی؟ دلم شور میزنه. نمیخواد، خبری شد خبرت میگم. یه خورده پول بیار من کارت بابا عوض. نترسی ها، نه نمیترس، بریم بابا. من نمیام. بریم بابا. بابا نصرت، بابا جان، بابا جان، نصرت من با ماشین خودم میرسونمتون، ولی قبل از اینکه بری کلانتری تکلیف این قرعه کشی روشن کن داداش. حالا خوب خودت داریم میگی، ما داریم میریم کلانتری. بذار من برم مشکل بابام حل کنم. نمیام بابا. فقط شما مشکل نداری که همه مشکل دارن. اصلا ما برای جمع شدیم خونه شما؟ برای قرعه کشی دیگه. نه خیر، خیر سرمون جمع شدیم اینجا عزاداری بکنیم، یادمون رفته. بذار بریم کلانتری برگردیم، ما که نمیمیریم. اگه آقا عوض رو نگه داشتن چی؟ اگرم نگه داشتن بدون آقا عوض برگزار میکنیم. برای چی نگهش دارم بابا جان؟ بابا جان این حرف مفت میزنه، شما چرا گوش میکنیم؟ بابا جان من هستم، بابا 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 من اونجا بیام؟ بابا کار داری تو بیا اینجا دیگه، من نمیرم بابا. بابا جان قربونت برم، من دیگه کار واجب دارم اینجا، جلو جمع نمیتونم. الله اکبر، اون کفشای بابا رو برده بیا، جلو جمع نمیتونم بیام. تو کردم آقا چی شد ها؟ کشو تجدید کنین دیگه، درسته؟ ما یه حرفایی زدیم، خب که چی؟ ببین صلاح ملک خیش خسروان دارن، ولی نه اینکه الان دارم اینو کلانتری حرفو بزنم. اگه از یه طریقی مردم بفهمن که اون قضیه گرفتن لوله کار شما بوده که ترقه و اون نارنجک و اینا رو انداختی توش و اینا، اون وقت خودتون میدونی کار آبجیمونم داره میاد. بعدا سواد کنم خدا یارو میگه. نصرت همینه داشتم. و حواست کجاست؟ بگیر دیگه، من پول نمیخواستی. دست درد نکنه، کار پوشم بابا. نمیبوشم. نمیام بابا جون. بابا جون برای چی نمیام؟ بابا بله. نصرت بابا چی گفت بابا؟ هیچی بابا، تو خونه خودم وایساده داره تهدیدم میکنه. چی بگم؟ غلط میکنه بابا. ولش کن بابا. من نمیام بابا. بابا جان. حالا که پاک چه منتش به خاک. کلانتری برای من مثل آمپول برای تو میمونه بابا. بابا. من نمیام بابا. ولش بابا جان، تو که کاری نکردی قربونت برم. من هستم بابا جون. بیا. همسایا خدا نگهدار. بابا جان اینجوری نگو بابا. برگردی ان بابا جان، چیزی نمیشه که بابا من. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. یه خبری به من بده. باشه. بری تو. بری تو. علی بالمومنی. آیا حوزه بالایی؟ بابا من. چمونی دستم؟ دستم برای شما. آقای پلیس به من خوش کنیم. ما سرخواست داریم. خواهش کنیم. شما برای چی اومدی اینجا؟ بریم. اگه به معمول قانون دروغ نمیگن دستم نمیگن. چه دروغی؟ ما چه دروغی گفتیم؟ به خاطر حفظ آبروشو نمیگن. خواهش کنیم. برو تو میگن. برو تو شما. شما چه کار داری؟ برو تو. برو تو. بابا منم میام. منم میام. سراغ نیا. من برای چی؟ بابا من. نصرت نمواده.
لاغل بگید کدوم کلانتری میبرینه؟ تشریح کلانتری دربن. پیره مرد چی کار دارید؟ خب یه سندی چیزی باید جور کنیم. نصرت نصرت بابا ما بردن بابا ما بردن بابا موبایلم کو موبایلم کجا باشه؟ بابا نه موبایل خودم بابا 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 فتی داداش پاشو یه مردونی کن بریم سند خونت رو بردار بریم کلانتری آقا عوض رو بردن. چجوری بیام بابا من دارم میمیرم جون تو. بابا طوریت نیست، شکم عرق کردی بهت نرسیده، حالت خوش نیست دیگه، پاشو بریم. به جون تو من از دود جماعت بدم میاد، آقا چجوری بگم به شما؟ میگی نه بیا برو از سوری خانم بپرام. بابا من به این چیزاش کاری ندارم، پاشو بریم این کارو بکن. مردم محله میگن آقا فتی با معرفته. داری غیرتی میکنی، خودش حضورشو نرسید و من تو یه علف بچه رو فرستادم. من خودم اومدم دارم حق همسایگی رو میگم به آقا. من سند بزار نیستم. یه کار نکن به همه بگم کار کفتر تو. آی من خودم کفتر رو دیدم پای دیگه سمنون. اولش فکر کردم بی‌ادبیشو انداخت تو دیگه سمنو، بعدش دیدم حیرون بوم بموم داری دنبال چیز غیرون قیمت میگردی، فهمیدم خودشه. انداختش تو دیگه سمنو؟ بله. بابا خدا میگم چی کارت کنه سنوبه؟ من اینو ذره ذره پس انداز کرده بودم خدا. حالا بهت میگم بهت نرسید، حالت خوش نیست نگونه. حالا پاشو بریم. پاشو بریم. خب حالا نمیخواد تو هم بول بگیری. به کسی نگی. به جون تو رفتم بشه دکتر گفت روزی این قده که. آقا قبول، دکتر گفته من کاری ندارم. پاشو بریم. کجا بریم بابا؟ مگه نمیبینی؟ مگه وضع منو نمیبینی؟ چجوری آقا من چجوری بیا؟ باشه نده. برو ببین بابا همه رو برمیگیر ماما. چرا آی آقا جان تکلیف چی روشن بشه؟ آقا نصرت بابا، آقا نصرت یه دقیقه بیا. شما که بابای بابا... منو میشناسی. آقا نصرت یه دقیقه بیا. آقا جان به خدا کار یه دقیقه این تلفن تو سب سب حاج آقا ببخشید، من اگه میگم سند میخوام فقط به خاطر اینه که این یکی دو روز اگه خواستن بابا رو نگه دارن من این سند رو بذارم بیاد بیرون تا تکلیفش روشن بشه. همین میگم یه دقیقه بیا فتی. بله سلام. آقا نصرت هستم. آقا نصرت هستم. اگه برای پول قسط اومدی من برم پوزو بیارم شما کار. نه یه سوال داشتم. سوال شما از من بپرس. الان بابام حالا سلام. یه سوال از آقا نصرت. یالا آقا مصطفا گیری افتادیم. بله من متوجه فرمایش شدم. بله حاضر. سلام علیکم. دیدی فقط اینه کم داشتی؟ چی میدونم؟ میگم قصه دیگه نم صدر بود جب میدونم. ببین یه چیزی تو اون جب ماشالله. حاج آقا ببخشید ببخشید. حاج آقا شما اگه نگران سند هستید من این سند رو خودم میبرم معذر، یه کپی برای اصل میگیرم که شما بابا شاید سند داغذر نشه. خب این بدرم داره گز گز میکنه خودم مردم. نصرت چی شد؟ نشد نشد. خب الان میخوای چی کار کنی؟ برم کلانتری بابا رو ببینم. خیلی خب منم میام. کجا بیام؟ بیام بیام. چقدر بهت گفتم مراقب اون سبد باش. اگه سر بریده تو اون سبد باش. مسئول سر بریده شما ما بودی. بیا قصه تو بابا عمر زن سابقه من. من چه من بذار برم کلانتری ببینم چه خاکی بسن. آقا یه دقیقه حرف منم گوش کن دیگه. تو چی میگی؟ منم میخوام راجع به همون خاکی میخوای به سرت کنی با حرف بزنم. یه دقیقه بیا. آقا نصرت آقا نصرت یه دقیقه صبر کن دیگه. اون روز که داشتیم سمن میپختیم اینجا من داشتم هم میزدم کفتر آقا فتی اومد اینجا یه چیزی رو افتاد توی دیگه. اون موقع فکر کردم بی‌ادبیشه، شک کردم، رفتم با خودش حرف زدم، یه دستی زدم بهش گفت مال منه. مطمئن؟ بابا خودش گفت، گفت دکتر گفته.
چی شد؟ آقا نوش شما حرفته به من بزن. مامان داداشم سرم سازی کار میکنه. تو اون سبد چند تا مار بوده یه دونش در رفته. تو خونه ما؟ زیر کرسی خوابیده. بلند شو فاتی. بلند شو. بلند شو ببینم. میگم پاشو. این هیچ چیز فیلمشه. من حالم خوش نیست دارم. خودتو به مار مردگی نزن بلند شو. تو باید بخوابی اینجا زیر کرسی خونه من بابا من بخوابه تو بازداشتگاه بلند شو. من حالم از تو بدتره بلند شو. آقا فتی باید بیای کلانتری بگی کار تو بوده. بلند شو میذارم رو کولم میبرم. بذارش رو کولم. آقا بلند شو. بلند شو. بلند شو. بلند شو. نصر! نصر! بیا بیرون نصر! بیا بیرون! بابا! او آقا فتی چرا عرق کرده؟ دو ساعت زیر کرسی خوابیده برای چی عرق کرده؟ ای وای این عرق ماره مار زدتش ماره چی؟ ماره کی؟ مار اومده تو خونه مار 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 من مار من بزن قدر در رفته کجا دادنه؟ به من بگو کجا دادنه؟ بایدان بعد جهانگیر و سمنو و مامورا فقط مار کم داشتیم. دارم میمیرم آتیش گرفتم آتیش گرفتم. یا بابا فاتو میرم از دستت شکایت میکنم. از دست من شکایت میکنی؟ من با دست چه شکایت کنم؟ زدیم ماره نزنین داداشامو نفله کردی. میدونی چقدر قیمتش بود؟ چقدر پولشو دادن؟ کی چه قیمت داره سورا؟ زهر مار. بی تربیت درست صحبت کنی چه حرفیه؟ آبا زهر مار قیمتی بود. میدادم سرم سادی احسارک کلی پولیش بود. حالا جواب داداشامو چی بدم؟ آقا ریزت میبینی؟ میبینی داری چی میگه به فکر زهر مارشه؟ به درک مار مار. من دارم از آی یه چیزی بهت میگم آقا سورا زهر مار خونشو مسموم کرده قاطی کرده یه چی میگه دیگه تو به دل نگیر حالا خون این زده ماره بیچاره منو نفله کرده سوری مرده فتی تو دارن میبرن بیمارستان آقا فتی شما هم شلوغش نکن دیگه یه مار کوچولو زدتت دیگه الان میرسیم در نانگا واکن واکن مشتو واکن واکن خب اینو نگهده اینجا تو حالا باز چی اصلا تست اعتیاد دادی؟ چی آنها به استخدام بشم به سلامتی کجا ایشالله گزینه ها زیاده باید سبک سنگی کنم فکر کنم ببینم چی کار باید کنم خونش بند اومد اینو بزن روش ببینم دست شما رو بیا اینو بزن روش آره دیگه تو هم لیسانس مدیریت بازرگانی داری هر جا بخوای میتونی استخدام شی علاقه نداشتم که به زور کتک بابام بعدش منو شلو پل کرد اصلا خود ماشین زن بکشین رو اون سیستم پاکه پاکی هر جا بخوای استخدامت میکنن با همجا استخدام شن دیگه اینجا که آخه داوود جان ما الان فقط یه شغل سازمانی خالی داریم خب اینا همونه چیه چیکار باید بکنیم جان داوود جان شما فردا صبح مدارک تو بیار بفرستم کارگزینی اگه تایید کرد جان برگه گرفتین؟ بفهمید داخل اتاق معلومه. همین الان میاد. الان که نه. صبح. آخه بچه‌های کارگزینی الان نیست. صبح بیا. نه نگران نباش. صبح اول وقت. هیچ مداری که تو بیا کارگزینی تایید کرد من اون وقت کمکت می‌کنم زودتر استخدام شی. چی کارش؟ ببین ما اینجا دو تا کار مهم داریم. یکیش آزمایش خونه، یکیش آزمایش ادرار. برای آزمایش ادرار الان ناظر نداریم. خب. یعنی یکی باید نظارت کنه که این آزمایش جابجا نشه دیگه. خب. بگم چیکارم؟ بگو ناظر نمونه. خیلی هم خوبه صبح اول وقت بیام من میگم خانم هاشمی کارو تو بکن بیا بسه برم آقا شما کارو تمام بفهم آقا ممنون باجا آقا گوشیتونو تحویل بده لطفا بله بله بفهم بفهم خبرت آقا ببخشید بابای من کجاست؟ چه خبرت آقا؟ صدا دل پایین اینجا کلانتریه سلام علیکم خسته نباشید ببخشید
پدر منو آوردن اینجا آقا عوض. اونا ای خدا کدومه؟ اونا هاش کدوم؟ آقا دل همون که داره گریه میکنه اینکه تو بزن. اینو که همه دارن گریه میکنه. آره ولی نگاش کن ای خدا اون یکی دست پاداره میزنه؟ آره همون خدا نگاش کن چقدر شبیه منه. نه خیلی خوشگله شبیه خواهرمه. آره نگاش کن دست پاش به من نرفته. نمیشه میگه بیارنش ببینمش. ببخشید میتونیم بچه همونه بگیم دست شما درده. نه بچه ما رو اینا ای جان گلم ای وای خدا عزیزم ای کلش افتاد کلش افتاد خدا خوشگله خوله صدا شبیه من نیست آقا دلاله این صدا داره خدا یواشی ببینی گلش ببینی خاله قربون نیست بیره جناب سرنگ ببخشید. صدفان آقا. بله شما الان برای ما تیمساری. من پدرم 30 سال سمنو درست میکنه. حرفم نداره سمنوش. من میگم چطور همین امسال از من میپرسی؟ نه خب میگم شاید کسی دشمنی داره با پدر من که اینو. فرض ممکنم که اینطوری باشه. شما باید بدونی چی دست مشتری میدید. ببخشید جناب سر آبدارخونه کجاست؟ آبدارخونه بره. مسافتیه دیگه. حالا شما فکر کنید یه نفر اونجا چای میریزه برای شما میاره تو مسیر مگس میفته اون تو شما چجوری میخواین ثابت کنین اونی که چای ریخته مگس انداخته اونی که پیف باف زده مگس رو کشته انداخته تو راه یکی زده تو سر مگس افتاده اون تو تلفن بفهم شما بفهم یا اینکه خودتون اهمال کردید نمیشه ثابت نخورین مگس دوشه آیا اسدی لطفاً چای رو عوض کن ما چیکار کنیم حالا؟ امروز پدرتون تو بازداشت میمونه فردا میفرستیمش دادسرا شما بی زحمت یه سند بردارید فردا کارتون انجام بدید نمیشه ما فردا خودمون با سند بیم دادسرا اینجا نه قاضی دست داده امشب تو بازداشتگاه بخواه پدرتون پدر من پیر جون بازداشتگاه موندن اینا رو نداره اگه میشه اجازه بدید من جاش بدم نه قانون اجازه نمیده آ من پسر قانونیشم نه قانون یه ذره شبیه نیست شما نگران نباشید مطمئن باشید ما همکارا هستن تا صبح مراقبشون هستیم دست شما درد کارش بکن بابا جوره بابا سند جوره اکی بابا فتی دیگه قرار شد سند بده اون که گفت نمیده بابا نه راضی شد جان بابا به جان عزیز من که به شما دروغ نمیگم بابا خب بریم بابا دیگه بریم کجا بریم بابا امشب گیر و گور داره امشب نمیتونه بیاد گفت خب اشکار نداره یه شبه بابا یه شبه ناراحت نباش بابا ناراحت نباش بابا جان بابا من سفارش کردم بابا هوا تو داشته باشن چیزی نیست ناراحت آره بابا بابا بالشت عزیزت برای من بیار میشه نه آقا نمیشه نمیشه بابا عیبی نداره اولین شب عید دوران بازنشستگیم بود.
و ذهن من درگیر چیزایی بود که نباید می بود. قرعه کشی، بهجت خانوم، مار، فتحی، سمنو و البته آقا جون. نمیدونستم قراره چطور شب عید امسالمونو بگذرونیم، چطور باید موضوع از بین رفتن پسندازمونو با نصرت در میون بذاریم. قربونت بطوت پادم جون. نه دیگه، به خصوص که نصرت اونقدر درگیر کارهای آمول منفعه خودش بود که نمیتونستم فکرشو درگیر کنم. آره حالا نصرت رفته، چه میدونم باباس. یه لحظه گوشی خاموش که سرسام گرفتم، صدا به صدا نمیرسه. بیا برو بچه‌تو بگیر، الان خودش میسوزونه. به بابا زنگ زدی؟ 10 بار زنگ زدم. 10 بار دیگه هم زنگ بزن. ببخشید بتول خانم، میخواستم راجع به سوری خانم حرف بزنم. قراره برای دخترش خواستگار بیاد. آره دیگه، بنده خدا میخواد جهاز جور کنه. گفتم قرعه کشیه این ما بیفته به اسم سوری خانم. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که بالاخره پرستو جونم ایشالله به خیر و خوشی داره سر سامون میگیره. چی مبارک باشه، میگو عباس آقا دستش بسته هست، بنایی داره، پول عمل بنا نداره بده. مبارک باشه این داره بده. بالاخره شب عید بود و هر کی خودش روی پول قرعه کشی حسابی کرده. خدا رو شکر عباس آقا لنگ نمیمونه، دستش هم که به دهنش میرسه. والا من که حرفی ندارم نصرت خانم جون، اما میدونین که شب عید عباس آقا دستش خالیه، لنگ دستمزد عمل بناست. یکی میخواست ماشین زنش رو عوض کنه و از عمل بنا مایه میذاشت. سلام علیکم خانم گلچین، احوال شما؟ یا یکی مثل گلچین خانم که نگرانی های خودشو داشت. هیچ کس نمیدونست چرا هر وقت شب عید میشد گلچین خانم یاد عمل دوباره و چند باره شوهرش میفته. حقی رو بازم برای عمل باید ببرم خارج. گلچین از تور زنگ زنه گفتن 6:30 صبح روز 29 بعد فرودگاه باشیم. نصرت خانومه ببینم میتونی گم بزنی به تعطیلاتمون. حتی آقای بزازی هم که کاسب بود شب عید که میشد جیبش از من خالی تر. به این شلوغیا نگاه نکن، دستمزد کارگر و پول مالیات هم پرداخت کنی باز میمونی کم آوردی، یه چیزی هم باید بذاریم روش. بالاخره اون برای راضی کردن خانوم اولش یه جوری باید از جون مایه میذاشت و این کارو با عوض کردن مبلمان خونش شروع کرده بود. مزاحمت نمیشم، زنگ بزن. خداحافظ. چی شد بابات؟ جواب نمیده، بازم بگیرش. با وجود این که به نظر میرسید همه دلایل خودشونو دارن، ولی نصرت خانوم بلد بود چطور با اونا حرف بزنه که جوابی رو که میخواست از اونا بگیره. به جون بچه ها من الان مشکلم فقط پول پیش خونه است. زینت خانوم پول پیشو زیاد کرده، ما منتظریم ببینیم این قرعه کشی چی میشه، به اسممون در میاد ایشالا بذاریم رو پول پیش خونه جا به جا نشیم. توی این مدت ما هرچی داشتیم جمع کردیم. مادر برو ببین غذا نسوزه، گذاشتیم توی این مؤسسه که شما خودتون خبر دارین چی شد. من حتی واسه بچه هم خرید نکردم، منتظرم ببینم قرعه کشی چی میشه. نه با باشه باشه. آخر همه مکالمه ها با نصرت به همین جا ختم میشد. هرچی شما بگید. این مردم هرچی بودن یه چیزی به نام وجدان داشتن که باعث میشد بعضی جاها چشمشون رو منافعشون ببندن. این وسط فقط آذر خانم هنوز جواب نداده بود که اونم به خاطر این بود که پای سوری خانم وسط بود. تو چه دماغی حالا؟ دماغ نیستم، فقط میگم همه میدونن شما میخوان بگیرم خواستگاری دخترش، میخوان یه کاری کنن دستش تنگ نباشه دورتون بگردم. چه عب داره آذر؟ عب نداره، نه واقعا اب نداره قمر خانم جان، اب نداره آخه. مادر من هر کی تو قرعه کشی شرکت میکنه خب پولشو میخواد به زخمی بزنه دیگه. نه خیر پسر من، اصلا هم این حرفا نیست، ایشون میخوان برای دخترشون جهاز تهیه کنن. مام اینو میدونیم دورت بگردم، میفهمین؟ صدقه که نیست، داره قسطشو میده. فهمیدم.
فکر میکردیم میری خواستگاری دختره تو جازش میمونه نه؟ دست شما درد نکنه قمر خانم جون، دست شما درد نکنه، من چی آدم میم؟ نه من واقعی هم چی آدم میم دورتون بگم هیچی، گفتم باید فکر کنم، بعدم گفتم تو قرعه کشی همه باید در یه شرایط مساوی باشن. همین دستتون بر نکنه، مرسی، متشکرم. آقا سلام علیکم، خسته نباشید، ببخشید. سلام آقا جنگی. سلام سوری خانم، حالا شما چطوره؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ چرا زحمت کشیدی؟ خواهش میکنم شما قدم لحظه کردین، کدوم بخشه؟ تو بخش نیست، بردنش اورژانس. اورژانس برای چی؟ مارگزی دیگی رو اول میبرن اورژانس. مار یعنی چی؟ بچه الان به دنیا نیومده، مار کجا بوده نیشش بزنه؟ بچه چیه؟ فتی رو مار نیش زده بردیم اورژانس. آقا فتی رو مار نیش زده؟ مگه نمیدونی؟ نه آبجی، من کجا بدونم؟ بچه رو اینجا این؟ من برای خواهرزنم اومدم، فارغ شده. مرجانم اینجا بستریه. آره آبجی، مبارک ایشالله، مبارک. ببخشید آقا، زنازای ما کدوم بخشه؟ طبقه سه. ای سوری خانم اینجا چی کار میکنه؟ من مطمئنم واده رضایت مرجون رو بگیره. ای جهانگیر اینجا چی کار میکنه؟ بیا قربونت من برمیگردم. ای بابا قمر خانم اینجا، قربونتون برم دورتون بگردم. میبینیش که من نمیتونم. مامان من برم با آقا جهانگیر بگم. نمیخواد، لازم نکرده، خود جهانگیر ببینه قمر خانم اینجاست میره دیگه. نه برم توجیهش کنم. دورت یه وقتو بگردم، من که میدونم تو چه تا. مار کجا بوده؟ خونه آقا بالایی. آقا بالا خونه آقا فتی کجا بوده؟ زیر کرسی خونه آقا بالایی. بعد مارم هم اونجا بوده. مارم زیر کرسی خونه آقا بالایی بوده. جنج جنگل آبجی، مار آقا تو سرا خونه مار. چه میدونم دیگه، مار بوده اون کرسی و همه اینا بوده که فتی. من برم یه سری به فتی بزنم بعد میام خدمت شما میرسم. من حتما میام خدمت میرسم. سلام به مرجان اینا، خیلی سلام برسه. سلام خانم. سلام. زحمت کشیدین طبقه سوم بفرمایید. نه من باید برم اورژانس پیش فتی. آقا فتی چی شده؟ مار نیشه زده دیگه. آره دکترش کیه؟ 5823 ببین کیه دکترش، اگه کاری نداره تخصیصش. ببخشید. علیکم السلام. ببخشید. سلام علیکم. بچه به دنیا اومده، یه زاو آوردن. اسمشون؟ اسم ندارم، قدم نورسی. هیچ چیزی نمیگم. کجا بودی؟ کجا بودم؟ دنبال عوامر خودت دیگه. جاگه این چیه؟ من گفتم اینو بگیری. این چیه؟ من شیرینی خریدم، غذام خریدم. دیگه اگه عقل من به چیزی قدرت پولم قدرت. باشه بده من دست درد نکنه. کدوم اتاق؟ 305 بیا بریم. کجا بیا بریم؟ بیا بریم، بیا بریم. سلطان قمر اونجاست، من چیزی ببخشید. چی گفتی؟ مامان قمر اونجاست، من چجوری بیام؟ خیلی خوب. مامان قمر تشریف بردن بیرون، شما میای تو تبریک. باشه. بس من هم جای دوری میزنم. عادل اومد رفت بیرون، بهش تبریک بگی، یادت نره جهانگیر. ببین. بله. پسر بود دیگه. بعد سونوگرافی 1500 دفعه پرسیدی بچه چیه؟ گفتم پسره، پسره، پسره. پسر. فریبا. بله. عینکیه. سلام جهانگیر. سلام دادم 305. ماشاءالله 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 ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. گلم یه ذره بخور. عمه یواش یواش نمیشه جهانگیر خریده، باید بخوری جون. باید بخوری دیگه. مامان جون برای شما بریزم. نه بابا جهانگیر خریده، من اصلا لب نمیزنم. چی میگی تو؟ مامان عمه مامان عمه مامان عمه دیوونم کردی دورت بگردم. بابا یه مار زده دیگه. خب این کم چیزی نیست. اگه بدنش مقاوم نبود مرده بود. البته اینو خانوادگی بدنشون مقاومه ها. خب گلم تو اینجا اومدی برو یه سر عیادت دیگه. نه قمر خانم جان دورتون بگردم. من تو بچه رو ببینم دورش بگردم از اینجا تکون نمی کنم. هست 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 من بهش میدم. با میل بخوری ها. زهره جان شاید شما یه کاری میخوای بکنی از منم مشورت بخوای. آخه به همین راحتی به نصرت خانم گفتی باشه؟ رضا جان اصلا به مشورت نیازی نداشتا، همه موافق بودن. من خودم بعده میکردم که چی بشه. خانیه اون اسپره رو بیار مادر. اینجا رو بذار اسپره رو بیاره. میگن الان واجب سوری خانومه، میخوان یه کمکی به سوری خانوم بکنن. حواست به بچه باشه. آره سوری خانوم گرفتاره، ما گرفتار نیستیم. ها میخواستن کمک کنن به ما کمک میکردن. تو یه کلمه بهشون نگفتی صابون ما رو جواب کرده؟ رضا جان همه اینو میدونن ها. چی رو باید میگفتم؟ همه میدونن. آره فقط من یه چیزی رو میخوام بدونم.
اگه بعده اساس ما رو بریزن تو کوچه، همین نصرت خانم به بقیه میگه اینا مشکل دارن قرعه کشی ما بدیم به زهره خانم؟ جان من میگه الان ناراحتی؟ اتفاقی نیفتاده که. آره اتفاقی نیفتاده هیچ. یه زنگ بزن به نصرت خانم. قرعه کشی پریده میگه بگو ما اصلا میخوایم قرعه کشی دوباره برگزار بشه. بگو ما پشیمونیم. زهره بیا تلفنت هم بزن. بله آقا دل. دست بکن. خورم. حتما بخوری با اشتها. آها. با اشتها. آفری مرجان. آقای میرزانی ها به اطلاعات. قدم نورسیده مبارک. حال خانومش هم بپرس. حال خانومه چطوره؟ هر دو بچه خوبه؟ اونو نزد. اونو نزد. خب شیش شده. آقای میرزانی ها به اطلاعات. الو. آقا رضا، آقا رضایت، آقا رضایت گوشی؟ سلام علیکم آقا مبارک باشی. سلامت باشی، قربونت برم. ببین تازه شد یک پنجم من. ایشالا شیشتایی شدن خودت، یه لحظه. آقا من هر چیز هم میزنم، آقا نصرت گوشی رو جواب نمیدونم. ببین نمیخواد اینقدر یواش حرف بزنی، خودشون این بلنگو داد میزنن. میگم شما نزدیک هستی میشه بگی به من یه زنگ بزنه؟ ای بابا من بیکارم این میرزانی رو صدا میکنید. فکر نکنم خونه باشه، رفت کلانتری دیگه. این بزرگ کسی نیست. آقا عوض رو برده اونم رفت دنبال کاراش دیگه. حالا تو الان چی کارش داری؟ میگم آقا رضا شما میدونستی این دستگاه پست 200 میلیون برنده شده؟ چقدر؟ جدی میگی؟ یعنی آقا نصرت به شما نگفته؟ من از کجا میدونستم؟ کاری کمکی چیزی قاطی من هستم. به جان خودت من دارم الان از تو میشنم و من نمیدونستم. یه لحظه گوشه خانومم بپرسم. نه هیچ کار نمیخواد بکنی. خب شاید خبر نداره. چی شده؟ گوشی هیچی بابا بنده خود هزینه های بیمارستان رفته بالا گرفتار شده. برو شامو درست کن خوش نمونه. میگم آقا عادل چی میگفت الان؟ همینی که بهت گفتم دیگه. تو برو شامو درست کن خیلی خب نمونه. پرده رو بزنیم شما پرده رو من میزنم شما برو شامو ردیف کن دیگه. برو دست درد نکنه. خب آقا عادل داداش اگه منم حسابم برنده میشد هوا برمی داشتی که آقا یه چیزی این حساب مال همه مونه باید حواسمون جمع باشه بشینیم یه فکر اساسی براش بکنیم. یعنی خبر داره و نخواسته به کسی بگه؟ ببین عادل جان شما هیچ کاری نکن با هیچکی هم حرف نزن. من خودم میرم امارشو میگیرم خبرشو میدم. آها خیلی خوب باشه این شاید آژیرش گیر کرده به خاطر اونه. آره خودم باید نگاه کنم. باشه. آره آژیرش گیر میکنه زنگ میزنه به من بلدم. زهره جان من یه کاری برام پیش اومده میرم و برمیگردم. بابا جونم بابا قربونت برم. هیچیه موضوع مردون است بین من آقا عادل قربونت. خب شام چی شام برات جمع کردم برمیگردم میخورم دیگه نگردم بذار پرده ها رو من امشب میزنم خیالت راحت. به نصرت خانم هم زنگ نمیزنی؟ بابا اونو دیگه ولش کن دیگه همه موافقم ما موافقیم دیگه قسمت سوری خانم بوده دیگه. برو مامان قربونت برم خودمو آتیش روشن میکنیم تو حیاط. بودو پیش آبجی بودو.